ویدیو میخوام باهاتون درباره مبارزه چریکی خشونت پرهیز و اهمیت اون در پیروزی انقلاب صحبت کنم. اولین اصل در یک مبارزه چریکی خشونت پرهیز اصل ناشناس موندن هست. تحت یک دیکتاتوری ستمگر حتی آدم‌های عادی هم از گزند حکومت در امان نیستند. پس باید متعهد باشید که برای تداوم مسیر عملی کردن برنامه‌هاتون هویت خودتون رو تا جای ممکن مخفی نگه دارید. برای گروه سازی از دوستان نزدیکی که به اونها اعتماد دارید شروع کنید. با اونها صحبت کنید و برنامه‌هاتون رو باهاشون به اشتراک بذارید. برای شکل دادن به یک گروه چریکی مؤثر، باید از ساختارهای منعطف، مهارت‌های متعدد، فرم‌های سبک و تعداد محدود بهره بگیرید و بیشتر از هر چیزی، انضباط و خودسازماندهیتون رو حفظ کنید. میتونید در گروه سازی از عدد طلایی 7 استفاده کنید. مثلا در برنامه‌هایی که تعریف می‌کنید از 3 نفر برای جمع‌آوری اطلاعات و پشتیبانی استفاده کنید و از 4 نفر دیگه برای اجرای عملیات. سعی کنید در ساخت گروه علاوه بر اعتماد کافی به افراد و شناختی که از اونها دارید، به تنوع در هویت‌ها و مهارت‌های اونها هم توجه کنید. ریزبینی و جزئی‌نگر بودن، مهارت‌های بدنی لازم، حوزه تخصصی افراد مثل مهارت‌های فنی‌شون، شناخت محیط شهری و محلی که قراره توی اون دست به عملیات بزنید از این جمله مهارت‌ها هستن که میتونید به اونها توجه داشته باشید. برای قدم های اول هیچ قلم روی بهتر از محله خودتون جای بکر، امن و مناسبی برای اجرای برنامه هاتون نیست. شما بهتر از هر کس دیگهی طراحی محلتون رو میشناسید. ساختمون های حساس رو، نقاط استراتژیک رو، حتی محل نصب دوربین ها و راه های میانبر و تله ها رو میشناسید. تا زمانی که دشمن شما یک دیکتاتور هست که با اوباشش حمله های بدون حساب و کتاب به معترضان میکنه، شما نیاز دارید طراحی واقع بینانه و تاکتیک های متنوعی برای رسیدن به هدف های کوتاه مدت داشته باشید. یک اعتراض چریکی مؤثر ویژگی‌هایی از این دست داره: توانایی در تغییر موقعیت‌ها و تاکتیک‌ها، وارد کردن ضربه‌های محدود اما کاری، محاصره کردن دشمن در 4 جهت قطب نمایی، سرعت عمل، گاهی راه انداختن میدان‌های اعتراضی دروغین، شروع حمله از یک زاویه جدید و عقب نشینی حساب شده برای گیر انداختن نیروهای پلیس در محل مورد نظر. در مبارزه چریکی مهم این هست که با این تاکتیک ها قدرت محاسبه و توانایی حل کردن معادله رو از نیروهای دشمن بگیرید. اینو فراموش نکنید که تجهیزات مقابله‌ای شما هیچ وقت به کیفیت مادی نیروهای سرکوب نمیرسه. البته انقلاب‌های آزادی‌خواهانه اخیر در همه جای دنیا این رو هم نشون داده که لزومی به کار بردن تجهیزات همسان با نیروهای حکومتی وجود نداره. مهمترین نکته این هست که شما باید بتونید با استفاده از تجهیزاتتون تأثیر استفاده از سلاح توسط دشمن رو پایین بیارید. در شرایط کنونی انقلاب، شما نیروهای انقلابی نیازمند استفاده از سلاح‌های خشونت پرهیز هستید. متنوع باشن، غیر قابل پیشبینی باشن، سبک و قابل حمل باشن، میدان دید نیروهای سرکوب رو کور کنن، حداقل بعدی معادل 50 متر داشته باشن و حداقل یک عرض 10 متری رو پوشش بدن. وسایلی که شما برای مقابله با نیروهای دشمن استفاده می‌کنید باید متنوع باشه که نیروهای امنیتی نتونن از پیش تاکتیک‌هایی برای مقابله با اونها در نظر گرفته باشن. اگر این انتخاب‌ها رو خوب انجام بدید، نتیجه‌اش می‌تونه منجر به ترس و استراب مستمر در نیروهای دشمن بشه و در نتیجه پیشروی اونها رو مختل بکنه. سبک و قابل حمل بودن تجهیزاتی که استفاده می‌کنید به این خاطر هست که این تجهیزات بر قدرت مانوردهی شما تأثیر نذارن. و البته هیچ برجستگی هم که موجب شناسایی شما بشه وجود نداشته باشه. پرتوهای تخریبی، لیزرهای دستی که میدان دید رو محدود میکنه، ترقه‌های صوتی انفجاری و دودزا، تیر و کمان‌های دستی و سبک از جمله این پیشنهادها هستند. همینطور کمان‌های انسانی، میخ و پرچه کوچیکی که برای عقب نشینی و جلوگیری از مانور نیروهای موتورسوار دشمن به کار میره هم از جمله این وسایل هستند. ما در متن یک جنگ تمام و عیار با نیروهای سرکوبگر حکومت قرار داریم. دشمن از هر طریقی دنبال پیدا کردن راهی برای نابود کردن نیروهای انقلابی هست. به همین خاطر وظیفه اصلی یک مبارز انقلابی این هست که خودش رو از نابودی و بازداشت حفظ بکنه. پس حواستون باشه تاثیرگذاری کار شما رو باور به دو اصل غافلگیری و امید به پیروزی قطعی تضمین می‌کنه. حمله کوتاه، فرار به موقع
بعد دوباره کمین، حمله کوتاه و فرار. این روش مبارزه چریکی هست که به دشمن وقت استراحت نمیده. تا جایی که ممکنه برای حفظ سلامت خودتون زمان مبارزه در خیابون رو افزایش ندید. در صورتی که جمعیت شما کم هست، باید از جهت‌های قطب نمایی و در بازه‌های 3 الی 6 دقیقه از تجهیزات مقابله خودتون استفاده کنید. زمان درگیری شما از این جهت باید کوتاه باشه که فرصت برنامه‌ریزی و سازماندهی مجدد به نیروهای دشمن برای محاصره و تعقیب شما رو نده. هیچ انقلاب یا جنبش اعتراضی بدون حمایت یک توده تاثیرگذار پیروز نمیشه. در شرایط فعلی موفقیت انقلابمون هم به حضور یک توده تاثیرگذار گره خورده که خیابون رو تسخیر کنن. نیروهای سرکوب تلاش کردن با بالا بردن هزینه اعتراضات و ایجاد ترس فراگیر مانع از جذب نیروهای جدید به انقلاب بشن. ولی شما نیروهای انقلابی هستید که میتونید با حمایت از توده مردم و از طریق به کار گرفتن مبانی و تاکتیکایی که در موردشون با هم حرف زدیم، سطحی از امنیت جمعی رو بسازید که مشارکت کنندگان بیشتری به انقلاب ژینا جذب بشن.